سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همین چه کوکتل تی امروز اومدیم با یه ویدیو جدید رو میخوایم بررسی کنیم شایعاتی که راجع به همکاری تتلو با کمپانی یونیورسال بود و ببینیم حقیقت چیه اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم همونطور که شاید خیلی هاتون بدونید امیر تتلو توی دو هفته گذشته اعلام کرد که قراره با یه کمپانی بین المللی کار کنه و بعدش هم اعلام کرد که قراره با یونیورسال موزیک کار کنه و آلبوم جدیدش تحت این لیبل بیاد بیرون خب حالا یونیورسال اصلا چیه؟ یونیورسال موزیک یکی از بزرگترین شرکت های تولید موزیک و پخش موزیک فکر می کنم دومین باشه بعد وارنر برادر موزیک شاید هم اولین باشه دقیق نمیدونم اما جز بزرگترین و خیلی از لیبل ها و خیلی از خواننده ها باش کار کردن و زیر نظرش هستن خیلی خلاصه گنده است و خیلی خبر بزرگی بود این داستان ما دیدیم امیر تتلیو هم اولین آهنگش که اول اید پخش شد این کمپانی لوگوشون زیر خورده بود و پخش شده بود ولی خب یه حواشی بود یه سوالی بر خیلی, بر خیلی و پیش اومده بود که آقا چرا یونیورسال موزیک با هیچ کدوم از پیجاش امیر تتلو رو فالو نداره یا این آهنگ شیر نکرده و خب خیلی ها میگفتن امیر تتلو شاید داره دروغ میگه و اینو علکی را انداخته داستانشو ولی خب داستان اینجوری نبود و اینجوری نیست همونطور که میدونید خیلی از بچه های ریاکشن یا ریاکشن نرفتن یا رفتن بلاک شدن یعنی ویدیوهاشون بلاک شد یا کپی خورد وقتی میریم کپی رایت اینها رو میبینیم همونطور که میبینید تو این عکس نوشته که کپی خورده با یو که یونیورسال موزیک گروپ هست و خب این نشون میده که این موزیک ناشرش یونیورسال بوده و کپی هم تحت اون لیبل دست اون لیبل و داره کپی ها رو میزنه همچنین وقتی توی ما اسپاتیفای میریم و میبینیم اینجا وقتی این نوشته رو میبینید میبینید که نوشته که مال یونیورسال موزیک این موزیک اما خب این داستان که شد خیلی باز اینو قبول نمی کردن تا اینکه خود یونیورسال موزیک جرمنی که یکی از پیجای برحال یونیورسال هست اومد و امروز پستی از امیر تطلو گذاشت و حتی این رو تک کرد و اشاره کرد که آهنگ جدیدش اومده این پست رو گذاشت و آلمانی هم زیر یه سری توضیحات رو داد و من آلمانی بلد نیستم همون توی گوگل زدم و ترجمهش رو دیدم اول از همه نوشته که تبریک میگه ورودم این تتلو رو بعدش هم اومده و گفته که آهنگ جدید امیر تتلو به مناسبت عید نوروز اومده بیرون و پایینتر هم توضیحاتی رو درباره امیر تتلو داده از قبیل اینکه امیر تتلو جزو اولین نسل به موسیقی هیپ هاپ ایرانه و بعدش اومده پایینتر گفته که آرنبی میخونه اولین هنرمند آرنبی ایرانه و همچنین نقل کرده که امیر تتالو پر تتو اینو جزو برتری های خودش میدونه و هر کدوم از این تتو یک داستان و یک معنایی داره و یک لحظه از زندگیشه و همینطور باز اومده گفته اون جزو خواننده که خیلی هوادار داره تو ایران و پرطرفدارترینه نوشته که پیج یوتیوب اون بیشترین مشترک رو داره و آهنگش میلیونی پلی میشه و پر مخاطب ترین رپر ایران روی اسپاتیفا این توضیحات اون زیر نوشته و همچنین گفته که اون ابایی نده رو قشنگ راجع به اجتماع بدون هیچ سانسوری حرف میزنه و همین باعث شده که به زندان بره و تبعید بشه توی 33 سالگی به ترکیه و اونجا زندگی میکنه و با همه فشارهایی که هست باز موسیقی خودش تولید کنه و خب تمام این داستانه نشون میده که خب امیر تتلو کاملا واقعی و راست با یونیورسال موزیک داره کار میکنه کلا هم فکر نمیکنم که اصلا یه خواننده با همچین به حال فن بیسی بخواد بیاد همچین دروغی بگه یا همچین شایعی بکنه کلا از اون کپی ها که میخورد خب میشد حد صد که آقا این داستان هست و الکی هم نمیشه از لوگو به حال یه لیبل استفاده کرد توی یه کاوری و پخش کرد پلتفرما و خب تبریک میگیم به امیر تتلو یه اتفاق خیلی بزرگی برای موزیک ایران و باعث میشه که موزیک ایران بیشتر شنیده شه حتی حالا به جز اینها این افتخار بزرگ تتلو یه رکورد جالبی هم تو همین پیج یونیورسال موزیک جرمنی زده و وقتی نگاه میکنیم توی 6 ساعت گذشته یعنی تا قبل از اینکه این ویدیو ضبط بشه وقتی این پست گذاشته شده بیشتر از 71 هزار یا 76 هزار 71000 فکر کنم کامنت گرفته این در حالیه که بیشتر این کامنت این پیج 6 کاه و خب بیشتر از ده برابر میشه گفت 11 برابر امیر تتلو کامنت گرفته این زیر و 27800 هم لایک گرفته تازه 6 ساعت بیشتر حالا بعد ببینیم چیکار میکنن و از زیاد میشه اینم بگم که حتی تو این حالا توضیحاتی که داده بود این زیر گفته که امیر تتلو رکوردایی داره که اسمش رو به کتاب جینس هم برده من ندیدم اینو نمیدونم واقعا این هست یا نه اسم امیر تتالی توی گینس هست اگه هست حتما به بگین بعد برم با سرچ کنم ببینم این داستان چه جوریه ولی خب همونطور که میدونیم امیر تتلو رکوردای زیادی رو داشته و آها حتی اون زیر اعلام کرده که اون یعنی امیر تتلو بلندترین آلبوم تاریخ رو داره با بیشتر از 3 ساعت و 47 دقیقه که آلبوم 78 باشه اگه درست بگم دقایقشو اینها هم اون زیر نوشته این فکت ها هم داده و خیلی باحاله که خب اینجوری امیر تتلو رو دارن میشناسونن و فکتاشو میگن و امیدواریم که امیر تتلو کاملا بدرخشه فیت های خفن داشته باشه و خیلی جالب میشه یکم واسه من این داستان عجیب بود چون البته که امیر تتلو روی اسپاتیفای و یوتیوب درآمد بالایی داره اما خب درآمدی که خب میشه گفت آرتیست های خارجی دارن خیلی بیشتره و خب برای همین جذب میکنن این آرتیست ها رو و همکاری میکنن و خیلی از داستان این کمپانی ها و این برای من عجیب بود که چه چقدر سود میتونن از امیر تتلو داشته باشن که امیر تتلو رو انتخاب کردن با توجه به اینکه خب میدونن اسپاتیفای و اینا یوتیوب و اینا تو ایران تحریمه و نمیشه بش خوب دسترسی پیدا کرد و خب البته نمیشه این شهرت عجیب قریب و خفن امیر تتلو رو دست کم گرفت و هوادارای خیلی دو آتیشه که چرز کنیم شیش حتی و دمشون گرم منتظر این آلبوم هستیم ترکای بعدیش میاد اما خب به احتمال خیلی زیاد که صد درصد صد مایت ریاکشنی نخواهیم داشت و حتی تو اخبار رپی ها مجبوریم خیلی کم از موزیکش رو بذاریم چون کپی ها سنگینن و ممکنه که استرایک بخورن غری از کانال ها میان تقریبا ریاکشن به امیر تتلو بیشتر از 5 6 ماهی که درآمدی توش اصلا نیست و حالا درآمد نباشه مهم نیست ولی خب این کپی رایت و این استرایک وقتی میخوره برای پیجا بده بعضی از پیج های ریاکشن این ریسک میکنن خب برای اینکه ایمپرشن تتلو دیگه ولی خب ریسک عجیب غریبیه برای همین من به شخصه انجام نمیدم این ریسکو و سعی میکنم که طبق قوانین پیش بریم که نه کپی رایت بخوریم نه استرایک بخوریم نه پلاک بشیم نه به حال داستانی پیش بیاد که حتی مجبور شم پیج یا کانال یوتیوب رو ببندن سر همین داستان ها از این به بعد هیچ گونه ریاکشنی از امیر تتلو متاسفانه توی کانال ما نخواهد بود و میگم تو اخبار رپی هم یا خیلی کم پنج ثانیه مجبوریم بذاریم و اگه اونم مشکل باسش پیش بیاد و اذیت کنن مجبوریم که اون پنج ثانیه هم نذاریم اگه آهنگی میده فقط نام ببریم و کاورش رو بذاریم و برها قوانین سخت کوپیرایت دیگه این جهتگیری و این داستان ها نیست و خب ما هم همه چیمون کانال همونه دیگه اگر دست بره دیگه تموم همه چی بنابراین متاسفانه ریاکشن به تطلو نداریم دیگه ولی خب امیدواریم که فیت های خفن و گولاخ بده حالا شاید هم ریاکشن های به امیر تطلو رو بردیم روی اینستاگرام اگه روی اینستاگرام مشکل پیش نه. چون قوانینه یوتیوب خیلی سختتر از این حرف هاست. شاید هم بردیم رو تویچ و یه لایو واضحیم رو پاک کردیم نمیدونم شاید رو بعد برم قوانین رو درست درارم ببینم اگه بتونیم قوانین رو جوری بریم جلو که مشکلی برامون پیش نیاد نه اینکه دورش بزنیم ببینیم چه راه حلایی داریم اون موقع شاید آپدیتی بدم راجع به که میتونیم چیکار کنیم اما الان که فکر نمی کنم روزنه باشه در هر صورت دمش گرم خسته نباشید میگیم به تتلو و به هر تمام کسایی که باعث شده این همکاری شکل بگیره و امیدواریم که هرچی بیشتر از قبل بهتر کنه تبریک میگم به همه تطلیتی ها خبر بزرگیه قدرش رو بدونید و حواستون باشه دیگه حمایت کنین حسابی از آرتیستتون خلاصه این بود از این ویدیو دمتون گرم مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی